سوم جمادی الثانی سال روز وفات حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، برترین الگوی تاریخی زن یک تا پرست انقلابی. فاطمه علیها السلام، دخت گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله، 5 سال پیش از بعثت در مکه به دنیا آمد. همزمان با شروع دعوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله به اسلام گروید. نوشتند وقتی پیامبر نام او را در کنار عباس ابن عبدالمطلب جزو مخاطبان سخنانش قرار داد، فاطمه گفت لبیک ای ارجمندترین دعوت کننده، و آنگاه رو به مادرش خدیجه کبرا که اولین گرونده به اسلام بود گفت چه سعادتی که من ایمان و تصدیق پیامبر صلی الله علیه و آله و رسالتش را برگزیدم و از این پس زندگانیم را بهای آخرت جاودانه قرار خواهم داد. خدیجه علیها السلام دست بر سر فاطمه علیها السلام کشیده و گفت دخترکم، تو از آغاز طلوع زندگی همنشین رنج ها و آلام راه و مسیری خواهی بود که با ایمانت برگزیده ای. فاطمه علیها السلام پاسخ داد مادرم، بگذار قریش هرچه می خواهد طغیان و تجاوز کند و ما را با دشوارترین شکنجه ها بیازماید. برای من سزاوارتر آن است که در فداکاری پیش قدم باشم. در محاصره شعب ابی طالب پایداری شگفتش باعث شد که به عنوان یکی از بزرگترین یاران پیامبر شناخته شود. در نبرد احد حضرت فاطمه همسر و همشأن مولای متقیان علی علیه السلام با وجود آنکه تنها 40 روز از تولد اولین فرزندش امام حسن علیه السلام می گذشت، فرزندش را واگذاشت تا در میدان جهاد حاضر باشد. او هرگز از پرداختن به امور جنبش نوپای پیامبر غافل نبود. چه در جنگ ها و چه در هنگام صلح انقدر سخت کوش بود که بدنش همواره خسته و زخم دار. فاطمه برای محمد صلی الله علیه و آله که از آغاز دعوتش به رهایی زنان اهمیت ویژه می‌داد، کمک بسیار مهمی بود. نقش بی بدیلی که پیامبر به اتکای آن توانست نسلی نو از زنان موحد و مجاهد به وجود آورد و به تغییرات مهم اجتماعی و حقوقی شگفت‌آوری در آن دوران دست بزند و فاطمه مظهر این نسل برومند و سرور این حاملان تغییر و انقلاب بود. از سخنان آن حضرت است که خداوند جهاد را موجب عزت اسلام و پایداری را وسیله کسب شایستگی برای پیروزی قرار داد و نماز را وسیله رها شدن از کبر و خودپرستی.